مطالعه‌ای که شده برای اولین بار مقایسه کردن تراکم استخوانی رو و قدرت استخوانی رو در کسانی که لبنیات استفاده میکنن و یا کسانی که به جاش از مکمل های کلسیم استفاده میکنن. شایع‌ترین نوع کلسیمی که به غذاها اضافه میشه و یا به عنوان مکمل استفاده میشه کربنات کلسیم هست و متاسفانه خیلی دیده میشه که میگن خب شیر نمیخورین، لبنیات استفاده نمیکنین، به جاش بیاین غذایی رو که ما بهش کلسیم اضافه کردیم استفاده بکنین یا کلسیم روزانه‌تون رو میگیرین. و خب مقایسه خوبی انجام نشده بود تا حالا اینکه چه اثری میزن روی استخوان. خب کلسیم رو به همون میزان میگیری و یا آیا اثرش یکسان هست یا نه، اون تا حالا مقایسه نشده بود. و البته مقایسه فعلی هم بر روی موش ها انجام شده. 300 موش رو به مدت 10 هفته به دو دسته تقسیم میکردن، به دسته ایشون شیر خشک بدون چربی دادن که خب لبنیات محسوب میشد و به دسته ایشون هم کربنات کلسیم رو به عنوان منبع کلسیم دادن و بعد هم در اثر کدوم در هر دسته 50 تاشون رو بعدن مقایسه کردن از لحاظ طول استخوان، وزن استخوان، قدرت استخوان و تراکم استخوانی. دیده شد که اون دسته‌ای که بهشون شیر دادن با اینکه میزان مصرفی کلسیم در هر دو دسته یکی بود، اونهایی که شیر خشک بدون چربی استفاده کرده بودن در تمام معیارها 8% برتری داشتن. گفته میشه که این که شیر خشک بدن و این که لبنیات بدن بیشتر کمک میکنه که استخوان کلسیم خودش رو از دست نده، نه که بیشتر جذب بکنه، چون در تراکم استخوان یک بخش از بدن هست که مرتبا در حال نو شدن و جدید شدن هست، مرتبا املاح ازش خارج میشه، بهش وارد میشه، یک بخشی از بدن که مرتبا در حال تجدید و نوآوری است و اگر این بالانسش به هم بخوره، این تعادلش به هم بخوره، یعنی کلسیم کمتر بگیره از اون چیزی که داره از دست میده، خب یواش یواش کلسیمش کم میشه، ضعیف میشه، شکننده میشه و خب در کسانی که رشد دارن میکنن مثلا در بچه‌ها میزان کلسیمی که داره میگیره باید بیشتر از اونی باشه که از دست میده. و گفتن که شیر و لبنیات به کمک به جذبه بیشتر نمیکنه، بلکه کمک میکنن که استخوان کمتر از دست بره کلسیمش رو. متاسفانه مخصوصا در نوجوانان که گفته میشه حدود 4 لیوان شیر در طول روز لازم دارن که 1300 میلی گرم کلسیمشون رو بگیرن، جایگزین میشه با مکمل های مختلف، با غذاهایی که با اینکه بهشون کلسیم اضافه میشه، ولی حداقل این مطالعه نشون داده که کارایی و عملکردی رو که ما ازش میخوایم، از کلسیم میخوایم بگیریم که بهبود کیفیت استخوان و تراکم استخوان بهتر و قدرت استخوان هست، اون رو بهشون نمیده. دکتر این استخونه شونه من یه الکی جدیدن بعضی مدتی مثلا ساعت 12 ظهر بعد درد میگیره، هی من باید اینجوری کنم شروع کامپیوتر احتمالاً کج. آره کلسیم فکر میکنی آدم بخوره امکان داره که مثلا درد استخونش کمتر بشه؟ اگر مشکل کمبود استخوان، مشکل کلسیم داشته باشه، ولی بعید میدونم در فرد جوانی که تغذیه‌اش طبیعی مشکل زیاد دارم.